خب بسیار بوده دوران کین قوم با نم چشم خیسانده دان ایرا با آب دیده گاهی رویانده از دل خاک ساق جوان ایرا بسیار بوده دوران بسیار بوده دوران. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. امیر درخشان عزیز برنامه در اجایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. کی با ماست؟ از راه دور آمده دکتر علی نیری عزیز، دانشمند جوان ما، استاد دانشگاه، فارغ التحصیل هاروارد، MIT، حالا که در کالیفرنیا تدریس میکنه. قربون شما. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستیم یه بار از نزدیک در ایران فردا البته تجربه بکنیم. به هر حال من همیشه مشتاق این بودم که از نزدیک خدمتتون باشم. با مادر صحبت کردی؟ خوبن؟ خوبن، بسیار خیلی علاقمندان شما خیلی زیادن. من فکر نمی‌کردم. ببخشید ولی خیلی علاقمندان شما زیادن. والله. چرا نگیرزه؟ بار گذشته صحبت از داروین بود و برخی از روشنفکران مذهبی ما، حالا اگه اصلا خود این حالا واژه که خودش ایراد داره، ولی چقدر چیز جالبی رو شما آورد. خیلی خوب بودون. آره بس اساس یعنی مستند بود دیگه. دقیقا. گفته هم آقای دکتر عبدالکریم سروش در این زمینه بله. مقاله داره، رساله‌ای داره، هم آقای دکتر نصر. بله. هر دو. بله. آقای دکتر نصر استدلالش اینه که خب این داروینیست ها، البته چون به داروینیست ها اشاره میکنم، میگه سکولار ها که اعتقاد دارن که انسان از نسل میمونه دیگه، چرا دنبال حقوق بشره؟ اصلا من رفت اینا رو به هم نمیفهمم. نه تازه اینا میمون در طبیعت حقوقی نداره. دقیقا این بحثیست که اون دفعه هم با هم کردیم. یعنی اتفاقا آقای دکتر نامدار بقای یزدی برای من لطف کردن تلفنی گذاشتم. من فکر میکنم اگه شد شما با ایشون یه صحبتی بکنید. چه تحقیقات خیلی جالبی رو در مورد عزیزالدین نصفی که از عرفای قرن چهارم ما بوده انجام دادن و نشون میده که در اون زمانی که به هر صورت ایران میتونست و هیچ وقت به متاسفانه به شکوفاییش نرسید، ولی رگه های به اصطلاح علوم مدرن وجود داشته در اونجا. از کارهای ابو ریحان میشه گفت، از کارهای ابن سینا میشه گفت، اصلا یه دوره نوزاده فرهنگی و علمی. دقیقاً. و اونجا شما میبینید عزیزالدین نصفی داره در مورد اِوولوشن بدون اینکه نامش رو ببره، ولی در مورد گیاهان این تحقیقات عجیبی رو انجام داده. و میگم من اتفاقا خودم یه گفتگویی با دکتر بقای یزدی داشتم، فوق‌العاده است کارهای این آدم. و من نمیدونم خب اینا هم که از همون دوره اسلامی هستن، آقای و خود آقای دکتر نصر تحقیقات خیلی جامعی رو در مورد دانشمندان ایرانیه و دوره اسلامی انجام داده، چطور اون وقت اینا رو نادیده میگن؟ کسایی که در قرن چهارم به این مسئله پی برده بودن، به مسئله دگرگونش و تطور گیاهان پی برده بوده و به این ترتیب حتی در مورد موجودات دیگه هم همچین نظری رو داشته، چطور میتونن اون وقت اینا رو انکار میکنن، برمیگردن به دوره‌ای که اصلا ما الان اخوند داریم در عربستان سعودی که کوروی بودن زمین انکار؟ البته دقیقاً همینطوره. میگن شما خب ببینین، حالا اون صحبت جالبی رو پیش کشیدین شما. اون آدمو من ازش انتظاری ندارم، ولی من شما بک‌گراند دکتر نصر رو میدونین. هاروارد بوده، فیزیک خونده، نمیدونم فلسفه خونده، از بهترین دانشگاه دنیا. این برای من مشکل درکش که چطور ممکنه آدم اون روشمندی علمیه که در بهترین دانشگاه دنیا آموخته چشش رو ببنده روش و بخواد هر جور هست پافشاری کنه روی باورها و اعتقاداتی که احتمالاً خانوادگیست. اون چی که مسلمه این که دیگه به اصطلاح نظریه داروین یه فرضیه نیست. فرضیه نیست به هیچ وجه. یک نظریه اثبات شده. دقیقاً یک فکت. یعنی هر روز شما یک کشفی که میبینید انجام شده نشون دهنده تغییر و تحولاتی است که مبتنی بر همون اِوولوشن یا دگرگونش است. خیلی جالبه. اشکال این است که حالا اتفاقا شما با آقای دکتر نوذری صحبت میکردین، کاش بودن ایشون هم میتونستن نظر جامع‌تری از من بدن. اشکال اینه که مسئله دگرگونش و تحول، حالا به غلط تکامل، در انسان‌ها کنترین در گونه انسان ها به شکل کنتری پیش میاد، کنترینه در بین تمام موجودات. اتفاقا ای کاش دکتر نوذری اینجا بودن و میگفتن که ما حتما تا آینده دوری به نسبت سن ما، یعنی چون عمر متوسط انسان ها بسیار کوتاه در مقابل عمر طبیعت، برای همین ما نمیتونیم این دگرگونش رو، این تحول رو، این تطور رو بفهمیم و درک کنیم. ولی شاید تا 100,000 سال دیگه اگر انسان ها بتونن دوام بیارن، ممکنه دیگه انسان ها با دندان عقل به دنیا نیان،
چنان که میبینیم کاربرد دندان عقل داره همینجور کمتر و کمتر میشه. برای این هست که ما داریم خودمون رو تطبیق میدیم با شرایط جدید. در موجودات دیگه خیلی سریعتر این اتفاق میفته. در حدودا 40 سال پیش یک سری از مارمولک هایی رو دانشمندا از یک بخشی از آفریقا به یک بخش دیگری، به یک جزیره‌ای در اروپا بردن و در عرض 30 سال تغییرات گونه هایی که در این مارمولک ها داده شد، از نوع آرواره ها، از نوع رنگ پوستشون برای تنازع بقا، برای اینکه بتونن با محیط تطبیق پیدا کنن که شکار نشن، از بین نرن، در عرض 30 سال. این رو کجان که این دوستان چجوری میخوان کتمان کنن؟ اینها در عرض 30 سال. درسته در مورد ما انسان ها گفتم برای اینکه به طول عمر ما نمیخوره، ما الان 20,000 سال بیشتر نیست که انقلاب کشاورزی کردیم و در این مدت تازه 300 سال پیش هم هست که ما انقلاب صنعتی و علمی داشتیم. طبیعیه با توجه به نوع دگرگونش و اِوولوشن در بدن ما انسان‌ها، دیدن این چیزها در انسان‌ها بسیار بسیار، یعنی ما حداقل 100,000 سال یا 500,000 سال وقت احتیاج داریم تا بتونیم بدن انسان این نوع تطابق‌ها رو با طبیعت انجام بده. و چون عمر ما بسیار کوتاهه، حتی تاریخ نوشته ما بسیار کوتاه است، و چون اینا رو انسان‌ها نمیتونن با چشم خودشون در مورد خودشون ببینن، سعی میکنن به ردش بپردازن. برای اینکه یادتون باشه این بحث با هم داشتیم، هیچ دانشمندی به اندازه داروین در واقع خانه امن و آسایش دین فروشان رو به اصطلاح بخوام بگم به هم نزده. این یک واقعیت و من به نظر من دقیقاً اون تا حالا من تصورم اینه که در مورد اسلام، خب در مورد مسیحیت این اتفاق خیلی خیلی زودتر افتاده. از همون 200 سال پیش این جنگ و دعوا بوده، هنوزم ادامه داره در آمریکا که به بدترین وجهش. اروپایی‌ها خوشبختانه این مسئله رو حل کردن. حتی شما می‌بینید در یورو یکی از فکر می‌کنم اسکناس‌های شاید 50 یورویی باشه که عکس داروین روشه. آمریکایی‌ها هنوز این مشکل رو دارن به عنوان یک کشور مذهبی و در خصوص ایالت‌های مرکزی همچنان جنگ بسیار زیادی بر علیه داروین هست. اسلام به خاطر اون که عقب افتاده بوده از قافله علم، تازه داره مثل که متوجه میشه که حرفای داروین چه معنی میده. جالبه که حتی به نظر من در همین 30 سال هم جمهوری اسلامی به تازگیه که داره واکنش نشون میده نسبت به داروین و داروینیسم. در قبل از اون چه این واکنش، چون تازه مثل که فهمیدن که او به کجاها داره ضربه میزنه. این مصاحبهشون این است گفته بودن که در سفر به عربستان من رو بردن به یه موزه علوم طبیعی، در اونجا توصیه کردم به مسئولان عربستان که جمع بکنید، چون بچه ها میاند بدآموزی، جوان ها میبینند، نه از دین و ایمان دور میشه، همین دیگه، نماز روزه رو ترک میکنه، بدآموزی از دید خودشون گفتن. بله. خب این واقعا وحشتناکه. یعنی اگر شما واقعا باور دارید که اون چیزی که بهش ایمان دارید حق و حقیقته، ترستون از چیه؟ پس این نشون میده که شما خودتون هم میدونید که اصالت با علمه و علم هم کاملا خلاف اون باورهای دینی شما رو داره نشون میده و مشکل اینجاست. و هنوزم خب کسانی هستن تحصیلات عالی هم دارن، ترس این که مباد اون مبانی اعتقادی دینیشون به هم بریزه، حاضر نیستن حقایق علمی رو باور کنن. به قول شما کافیست برن به دوره نوزایی فرهنگی و علمی در ایران، هم در دوره ابو علی سینا. بله. بررسی بکنه اینا به هر حال اغلب مسلمان، دانشمندان مسلمان دقیقاً و این مسائل پشت سر گذاشته بود. اصلا شما اون آزاد اندیشی علمی دقیقاً در اون دوره میبینین اصلا الان وجود نداره. خیلی مسخره است. یعنی ما بسیار عقبتر از اون دوره هستیم. یا واقعا من یه بررسی میکردم راجع به تاریخ دوره ناصر خسرو و امنیت خاورمیانه در اون زمان و مقایسه با امروز، که آقای ناصر خسرو از اینجا که راه افتاده، از خراسان بزرگ رفته راه های درازی رو پشت سر گذاشته، رسته به جزیرت العرب، از جزیرت رفته به مصر و آیا امروز برای ایرانی چه امکانی هست؟ هرگز. واقعا نیست. هرگز. من فقط چه بسنم جالبه رو زدیم اینجا. بابا جالبه یه جایی مثلا هست که اصلا ثبت تو تذکره ها که ایشون یکی از به اصطلاح یکی از کارهایی که خیلی همش علاقمند بوده، شاید بهش گفت سرگرمی، مناظره بوده. بله. با زرتشتی ها، یهودی ها، ثبت عیناً مسیحی ها و مانویان. دقیقاً.
یکی از علاقاش و ثبت شده در تاریخ، یعنی آزادی اندیشه به مراتب بیشتر به مراتب بیشتر. شما ببینید الان ما اصلا چنین کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا امکانش نیست. مثلا میره به چی؟ رفته به اسرائیل امروز. بله رفته به اسرائیل، دیده یک جایی مقبره شعیب که پیغمبر بنی اسرائیل. بله. این طرف دختر موسی. بله زن این بوده. بله مسلمون ها میگه، مسلمون هایی که از کارهایی که میکردن هم مسجد رو تمیز میکردن هم در پارک نگه داشتن این دو مقبره کوشا بودن. مسلمون یهودی و مسلمون و مسیح همه در کنار هم زندگی و جنگ زدنی با هم نداشتن هزار سال پیش. خب متاسفانه الان اینقدر دین کاربرد سیاسی پیدا کرده در همه کشورها متاسفانه ایدان. که یه مینا. چیزی هم به وجود اومده به نام رسانه های تصویری و شنیداری و نوشتاری که مغز مردم رو کنترل میکنن، مست میکنن متاسفانه. و من فکر میکنم اگر آمریکا، اگر کشورهای اروپایی امروز به این مرحله از رشد فکری رسیدن به خاطر به وجود اومدن همین محیط هاست که شما میتونید ببینید آدم ها با همه عقاید، یعنی در همین خیابان سوم سانتا مونیکا که من هفته پیش خدمتتون عرض میکردم که یه گروهی هستن مسیحیای بسیار افراطی که بر علیه اسلام و یهودیت و داروینیسم صحبت میکنن، شاید 50 قدم اونورتر بچه‌های مسلمان UCLA هستن، اونام بوته خودشونو دارن. من آرزوم اینه یه زمانی در ایران این چنین آزادی وجود داشته باشه که بشه هر کسی بیاد راجع به مطلب خودش بحث کنه و آزاد باشه، اون موقع با آدم هاست که انتخاب کنن که کدوم یکی بهتره. ولی متاسفانه دقیقاً همون مثال بسیار خوبی زدید، ما میبینیم مناظرات در سطح وسیعی در تمدن دوره به اصطلاح طلایی اسلامی وجود داشته و زمانی تمدن اسلامی سقوط کرده که همین چیزها ممنوع شده. دقیقاً. و متاسفانه از اون بعدم در یک سراشیبی وحشتناکی رفته که هنوزم ادامه داره که به طرز بدی هم الان داره اتفاق میفته. شبکه های شما دیدم یه سوال از شما داشتن، یعنی گفتم من با شما در میان بگذارم که این بیگ بنگ، که بیگ بنگی که پدید آمده و این کل این کائنات به دنبالش، از هیچ پدید آمده یعنی که نه موادی پیش از این وجود داشته؟ خب این پرسش بسیار خوب و سختی است و همچنان هم چیز قطعی نمیشه راجبش گفت، چون ما هنوز در مرحله نیستیم که بتونیم اونها رو به طور مستقیم مورد آزمون قرار بدیم. اولا یک سوال این است که آیا این تنها باری است که این مهبانگ یا بیگ بنگ اتفاق افتاده یا بارهای دیگه هم بوده و ما در یکی از این چرخه ها قرار داریم؟ و آیا دنیایی عالمی پیش از بیگ بنگ بوده، پیش از مهبانگ بوده؟ خب اتفاقا یکی از موضوعات مورد تحقیق من همین اصطلاحا بهش میگن پری بیگ بنگ کازمولوژی، یعنی کیهان شناخت پیش از مهبانگ. و این به چه ترتیب به وجود اومده؟ خب اگر که من جزء همین کمپی هستم که استیون هاکینگ بهش متعلقه، اگر ما قوانین مدرن فیزیک رو بپذیریم که تا به حال درست بوده و فکر کنیم که هیچ تعریف هیچ رو اول بدیم چیه، تعریف هیچ یک خلأ کوانتومیه که در این حال در واقع میانگینش هیچه، در واقع همه چیزه، یه جوری بهتون بگم هیچه در فیزیک نیوتونی یا کلاسیک با هیچ کوانتومی فرق میکنه. هیچ کلاسیک صفر مطلقه اگه بخوام یه جوری در نظر بگیم، در صورتی که صفر کوانتومی یا هیچ کوانتومی مجموعه از اعداد مثبت و منفیه که جمعشون میشه صفر. اینجوری بگم درسته که جمعشون صفره ولی کلی اونجا عدد هست که با هم دیگه جمعشون شده صفر، در صورتی که صفر کلاسیک نیوتونی همش صفر، هیچی نیست، صفر 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 صفر. اینجوری در نظر بگیرید. مثالی که من در مورد فیزیک خلأ کوانتومی میزنم این است که مجموعه اعداد مثبت و منفی است که وقتی شما جمعشون میکنید صفر میشه، ولی کلی عدد اونجاست. تو خود صفر هم یه عدده. صفر هم یه عدده، ولی این مثبت ها اصطلاحا در فیزیک معنی بهشون میگن ذرات، منفی ها بهشون میگن ضد ذرات. این ذرات و ضد ذرات همیشه وجود دارن ولی مجموع انرژی اینها، انرژی ذرات مثبت، انرژی ضد ذرات منفیه، در نتیجه مجموع انرژی اینها صفره، مجموع انرژیشون صفره ولی به هر حال همچنان مثبت منفی وجود داره. این باعث میشه که شرایطی به وجود بیاد که در اثر قوانین فیزیک کوانتومی که استیون هاکینگ در سال 1974 نشون داده
از خلأ کوانتومی شما میتونید که یک بیگ بنگ، یک مهبانگ به وجود بیارید و در واقع او اسم این رو میذاره به وجود آمدن عالم از هیچ. و خیلی خب اینو میگن که او داره به این ترتیب میگه که خداوندی وجود نداره. حالا یه بحث فلسفی اینجاست که من نمیخوام واردش بشم، ولی هاکینگ میگه که من حرفم این نیست که خدا وجود داره یا نداره، من فقط دارم میگم که به وجود آمدن عالم از هیچ، این هیچ کوانتومی، امکان پذیره. امکان پذیره. امکان پذیره. ولی یه جا من یادم سالها پیش گفتگو انجام داد با اشپیگر خوندم، تاکید میکنه وقتی از پرسن خدا، میگه اون چیکار میتونم بگم اینی که بر کل این کائنات یک انرژی کلان، انرژی کائناتی حاکمه که کل این سیستم رو اداره میکنه. حالا اسمش خداست، هر خب آره، حالا اون شما میتونید اسمش رو هرچی بذارید. البته خود هاکینگ اعتقادش بر این هست که شما احتیاجی برای خدا ندارید به این ترتیب. ولی طبیعتاً مسئله‌ای که هست این است که قوانین مدرن فیزیک به ما این امکان رو میده که توصیف کاملی رو از نسبتاً کاملی رو از عالم در حال حاضرمون داشته باشیم. نکته مهم اینه که انرژی عالم درسته در بعضی نقاط خیلی زیاده، ولی اتفاقاً مجموع انرژی عالم صفر باز، یعنی ما از صفر شروع شدیم، هنوزم بر اساس قوانین بقای انرژی یا پایستگی انرژی مجموع انرژی عالم صفره. من و شما اتفاقاً انرژی مثبت داریم، ولی بین من و شما و زمین انرژی منفی وجود داره. عامل زمان چی؟ زمان هیچ تغییری در مقدار انرژی نمیده، در میزان چگالی انرژی، یعنی انرژی در واحد حجم رو میده، ولی میزان انرژی بر اساس بسیار مهمه، این اصل بقای انرژی، انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، فقط از یه صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. بنابراین مجموع انرژی های مثبت عالم و انرژی های منفی عالم هنوز که هنوز صفره. و خیلی جالبه این، یعنی ما از صفر شروع کردیم، هنوز هم مجموع انرژی ها صفره، فقط همونطور که گفتید عامل زمان باعث شده که غلظت این انرژی ها پایین بیاد، یعنی چگالیشون، یعنی انرژی بر واحد حجم داره پایین میاد، به خاطر اینکه داره حجم عالم داره گسترده میشه و گسترش عالم باعث میشه که چگالی پایین تر بره، ولی میزان انرژی همونی است که بوده، هیچ فرقی نکرده در طول گذشته زمان. چقدر آموزنده. گفتگونو با دکتر نیری عزیز دنبال میکنیم همگرانه، موافقه دیگه؟ حتما. جالبه. و اگه شما هم سوالایی داشته باشید میتونید با خیلی هم خوشحال میشم بگذارید، حتما از دکتر نیری خواهم پرسید. سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای میبودی عزیز و گرامی، خیلی ممنونم از وقتی که به من سهر دست کرد. خب همینان عجبند هم اجازه که بیریم به سراغ دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، منتقد و نویسنده. ما رو دفعه قبل بردن به قلمرو سینمای ایران. آقای دکتر نوریالا شدن عضو سندیکای هنرمندان. درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی و برنامه. حال شما خوبه دکتر نوریالا؟ به مرحمتتون بد نیستم. خب اون روز اون شب در سندیکا خوش گذشت، خوب بود دیگه. برای اولی بار با جمعی آشنا شدید که قبلا اونا رو نمیشناختید نیست؟ کم و بیش خب مشهورترینشون رو میشناختم، ولی نه 700-800 نفر عضو سندیکا بودن، همشون رو که نمیتونستم بشناسم. عناصر چپ هم بودن از احزاب مختلف یا نه در سندیکا؟ ببینید اساسا سینمای ایران دپولیتیزه بود، یعنی که نمیشد توش تشخیص داد که کسی از هم تمایل به کار سیاسی داره یا نه، اما بعضی از اشخاص رو ما میدونستیم که اینها به هر حال از چپ آمدن، به خصوص از حزب توده آمدن، حالا دیگه هیچ ارتباط توده‌ای ندارن، ولی ذهنن یه همچی ارتباطکی وجود داره دیگه. حتی مثلا خانم ایرن رو که بگیریم، شاید هیچ کسی فکر نکنه که ایرن میتونه مثلا توده‌ای بوده باشه. بله درست. در حالی که وقتی که باهاش صحبت میکردی تای حرفش میتونستی این رو ببینی. خیلی ها، خیلی ها بودن اینطور، شاید برجسته ترینشون عباس شباویز بود که آریانو فیلم رو داشت و فیلم عرض کنم که قیصر رو تهیه کرد، فیلم تخت جمشید عرض کنم که رهنما رو تهیه کرد. خب کاملا اینا معلوم بود که ذهنن پرورش یافته اون مکتبن، یا محمد علی جعفری و غیره. و
ولی دیگه کسی مثل همه توده‌های سابق دیگه کسی فعالیت سیاسی نداشت و جبهه‌گیری سیاسی هم نداشت، تا اینکه وقتی البته وزش طوفان انقلاب در گرفت همه دو مرتبه برگشتن به اصل خودشون و شروع کردن اون گونه حرف زدن که قبل از 28 مرداد حرف می‌زدن. خب بچه‌ها وقتی شما رو در سندیکا پذیرفتن پس ذهنتون چی بود؟ تصمیم داشتی اینجا هم تغییر بدید، یعنی محیطی بکنید به هر حال که بشه از حقوق مثلا کارگران سینما دفاع بشه، یعنی به شکلی حمایت بشه از گروه هایی که واقعا در سینما بهشون خیلی ظلم شده بود با اینکه جز زحمت کشان سینما بودن؟ 100%. من عرض کنم که البته وقتی که به علت مقاومتی که در مقابل من میشد من شروع کردم در اون مجموعه عمومی حرفایی رو زدم که منجر به انتخاب من شد، هیچ فکر نمی کردم اصلا این اتفاق بیفته. ولی وقتی که دیدم که عده کثیری به خصوص از هنرپیشه های دست دوم، اعضای کادر فنی و اینها عرض کنم که به من رأی دادن، خب یک احساس مسئولیتی کردم. در این حال در هنگام ساختن فیلم مردان سحر دیده بودم که زندگی های اینها چگونه میگذره، به خصوص خانوم هایی که در نقش های دوم سوم بازی میکردن خیلی زندگی بدی داشتن. به همین دلیل من فکر کردم که خب حالا که اینطور شده و من بدون اینکه از قبل نقشه کشته باشم یه مرتبه عضو هیئت مدیره سندیکا شدم، یه کاری باید براشون بکنم. در نتیجه اقدام کردم به اینکه یک تعاونی مسکن درست بکنیم در سندیکا و بعدم بریم با آقای وزیر آبادانی و مسکن و خود آقای هویدا و اینها صحبت بکنیم که همون کاری رو که برای سندیکای نویسندگان کرده بودن برای سندیکای هنرمندان هم بکنن، یک زمینی رو اختصاص بدن توی ساختمون ساخته بشه و بعد عرض کنم که این هنرمندان بتونن با مبالغ قابل تحملی بیایند و در اونجا شرکت بکنند. و خب خیلی هم پیش رفتیم، یعنی این تعاونی مسکن رو به ثبت رسوندیم و بعدم اعلام کردیم که از اعضای سندیکا هر کس که بخواهد یکی از این واحدهای مسکونی رو بگیره باید یه $10,000 به عنوان پیش پرداخت بیاره بریزه به حساب این تعاونی مسکن و بقیهش هم به اقساط بلند مدت بده. و از سوی دیگه تو این کارا همواره خانم کوری بنایی پیش قدم بود و به من خیلی کمک کردن ایشون و حتی ایشون بودن که وقتی گرفتند از آقای هویدا رفتیم به دیدار ایشون و شرایط رو برای آقای هویدا شرح دادیم و ایشون هم همونجا تلفن کرد به عرض کنم که وزیر آبادانی مسکن و از اون خواست که در این زمینه اقدام بکنم که من البته در برنامه های قبلی راجع به ملاقات خودم و خانم بنایی با وزیر آبادانی مسکن و دیداری که از زنده یاد سیاوش کسرایی در اونجا داشتیم گفتم. به هر حال در اون ملاقات بود که موافقت شد همون نقشه هایی که برای کور نویسندگان به کار رفته بود اون رو بدن به مهندسینی که باید برای سندیکای هنرمندان این کار بکنن. اما من نمیدونم چرا که در سندیکا در هیئت رئیسه جز من و خانم پوری ونایی یه مقاومتی در مقابل این کارها وجود داشت. اون سال عرض کنم که سال 1350 بودش که بنده برای تعطیلات تابستونی فکر کردم که برم به انگلستان و مثلا یه دو کلاس های کوتاه مدتی در انگلستان بود که من عکاسی فیلم برداری نم این چیزها رو خیلی قشنگ یاد میدادم برم مثلا یه همچین دوره ای رو بگذارنم. اما وقتی که به ایران برگشتم دیدم که آقای قنبری این تعاونی مسکن رو منحل کرده و پیش پرداخت دارم پس داده به کسانی که متقاضی اونجا بودن و همین هم باعث شد که من بسیار دلزده بشم و دیگه نرم و در جلسات سندیکا شرکت نکنم و طبق اساسنامه سندیکا هم کسی که 5-6 جلسه غیبت میکرد دیگه مستعفی شناخته میشد
و دیگه دنبالش نمی اومدن. اینه که خیلی دوران کوتاهی همکاری من با سندیکا ادامه پیدا کرد و بعدش دیگه من همکاری نداشتم با سندیکا. شما وقتی نخستین بار این گروه سکولار دموکرات ها رو درست کردید و اخیراً هم در بوخم تشریف داشتید و سال گذشته کنگره در شرق آمریکا، همش فکر میکردم که ریشه این همه علاقه به کار تشکیلاتی و گروهی از کجا اومده. مگه شما از آغاز به این کارا علاقه داشتید؟ هم در همیشه علاقه من به کار گروهی بوده نیست؟ با توجه به این که علل اصول تشکیلات سندیکایی خیلی حساسیت ایجاد میکرد در بین بست و مقامات امنیتی، میخوام اینا اونم نظارتی داشتن روی این مجموعه سندیکا و اتحادیه‌ای که در ایران تشکیل میشد؟ یعنی خود شما چیزی احساس کردید یا شما رو احضار کردن، توصیه کردن؟ ببینید عرض کنم که سندیکای هنرمندان که من عضوش بودم، همونطور که در برنامه های قبلی هم گفتم، هم بودجه‌اش رو وزارت فرهنگ و هنر میداد و هم اینکه هر تصمیم و کاری که میخواست گرفته بشه باید با اجازه وزارت فرهنگ و هنر بود. بنابراین یک نهاد مستقل عرض کنم که کارگری به هیچ وجه محسوب نمیشد. من با سندیکاهای دیگه سرکاری نداشتم، حتی با سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات هم من عضویتی در اونجا نداشتم، ولی این چیزی بود که به رأی العین دیدم که کاملا یه نهاد شبه دولتیه که به وسیله وزارت فرهنگ و هنر اداره میشه. خب حالا بریم بر سر خود فیلم، مردان سهر، فیلمی که شما ساختید که نخستین فیلم سینمای شما بود. بله میخوام ببینم که در جمع وقتی اومد روی اکران فیلم موفقی بود یا فیلم موفقی نبود. حالا ممکنه بفرمید از نظر مثلا تجاری موفق نبوده، میخوام ببینم از نظر هنری چی. من فکر میکنم از هر دو نظر موفق نبود. یعنی خب چیزش از لحاظ فروش که خب مشخصه، وقتی که گیشه جواب نمیده یعنی فیلم تجاری موفقی نبوده. از لحاظ عرض کنم که هنری هم اگرچه مثلا نامزده 7 جایزه سپاس شد اون سال، ولی فکر میکنم که بیشتر روی این بودش که به هر حال من با همه این اعضای جوری و غیره دوست بودم و اونها شاید به احترام من این کار رو کرده بودن، ولی عملا هیچ نوع جایزه هم بهش تعلق نگرفت. و خب خیلی جالبه که آقای پرویز دوایی که اون موقع در واقع منتقد برجسته فیلم سینمای ایران بود، به شدت به این فیلم حمله کرد و بعدن هم که من اعتراض کردم که آخه شما چرا اینجور دشمنانه با این فیلم برخورد میکنید، نشون نوشتش که برای این که شما یه آدمی هستی که مردم فکر میکنن که اگر شما فیلمی بسازی حتما فیلم هنری خوبیه و من باید این پیش داوری رو از بین میبردم. به هر حال به نظر من فیلم ناکامی بود از هر جهتی. تشکر میکنم. همینم گفتگو با دکتر نوریالا رو دنبال میکنیم. گفتگو جالبی است که از سوالاتی که یادم باشه دفعه بعد از ایشون خواهم داشت اینی که در اون زمان کدام یک از این فیلم سازان موفق بودن در سه تولید فیلم های حالا برتر فیلم های ارزشمند. من به شما روز بخیر میگم دکتر نوریالای عزیز. خیلی متشکرم، مرحمتون زیاد. امیر عزیز تشکر میکنم، خداحافظ. امیانانم تا دیدار دیگر، پس فردایتون باشه. گفتگو رو پی میگیریم با دکتر نوریالای.